عربستان سعودی با ادعای عضویت عبدالمجید النمر در القاعده وی را که مدت‌ها در زندان به سر می‌برد اعدام کرد، در حالی که سازمان‌های حقوق بشر این اتهامات را رد می‌کنند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. روز شنبه 17 آگوست 2024 مقام‌های سعودی حکم اعدام زندانی عبدالمجید النمر ساکن شهر عوامیه در استان شیعه‌نشین قطیف را اجرا کردند. به این ترتیب اعدام او در ردیف دهمین مورد از اعدام‌های سیاسی بازداشت شدگان این استان شیعه‌نشین قرار گرفت. وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه رسمی مدعی شد که دلیل اعدام عبدالمجید النمر عضویت وی در گروهی وابسته به سازمان تروریستی القاعده بوده، اما سازمان‌های اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی در عکس‌العملی به این اعدام سیاسی تأکید نموده که عبدالمجید النمر از شیعیان شهر عوامیه واقع در استان قطیف است و این ادعای واهی اعتبار اتهام‌های مطرح شده را کاملا زیر سوال می‌برد. این بیانیه خاطر نشان کرده که وزارت کشور عربستان سعودی به وضوح نوع حکم را مشخص نکرده که به همین دلیل احتمال غیر واقعی بودن اتهام های مطرح شده و سیاسی بودن اعدام را افزایش می دهد. این سازمان تأکید کرد که اظهارات وزارت کشور عربستان سعودی با شخصیت واقعی عبدالمجید النمر مطابقت ندارد، چرا که او از شیعیان منطقه عوامیه بوده و همین امر باعث ایجاد تردید در صحت اتهامات علیه وی می شود. سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی همچنین اشاره کرد که عبدالمجید النمر در لیست افرادی که در معرض خطر اعدام بودند قرار داشت و دولت جسد او را مخفی نموده و از اعلام محل دفن او جلوگیری می کند و علاوه بر آن از برگزاری مراسم ترحیم او جلوگیری می نماید که تمامی این رفتارهای غیر انسانی و ضد حقوق بشری بر دامنه رنجی که خانواده های قربانیان تجربه کردند می افزاید. لازم به ذکر است که عبدالمجید النمر در تاریخ 18 آوریل 2018 دستگیر شد. وی پسر عموی شهید شیخ نمر باقر النمر است که در ژانویه 2016 توسط مقام های سعودی اعدام شد.